دور کشید ببخش. چقدر عوض شد. آخه میدونستم که یه نفر لودا گفتش که کلاش زرشکیه. آره نه بس من شبیه بیشتر کامل شدم. بچه نه شکل بزاد بودون. آره خدا رو شد. یه تو تشخیصایی همیشن آنگه زیادی خواهید داشت. چه دستبند قشنگ داره ما. ما امروز این دستبند رو از ایران فرستادن. به من امکان بهتون نشون. تبریش رو ببینی جعبشو. یعنی جعبه پست. آره من ایرانه. چه باکی روزنامه رو اینم ببینم. اینا روزنامه های همین چند روز پیش بوده. تاریخش هم نگاه کنید. تاریخش هم ببینید. خوشم میاد. میدونی من عینک ندارم تمام چیزای درست سامان میپرسی. تاریخش رو دیدم مال دیروز بود. ایشون تحت تاثیر آهنگ زن از رنا قرار گرفتن و سریع مکاتبه کردن و گفتن ما یه برندی داریم که به کردی ژنه که به فارسی میشه زن. و من خیلی آهنگ شما رو دوست داشتم. دوست دارم که برای شما بفرستم. چه عالی. ندا منم هوا منم صدای نسل ما منم اگرچه بستی بالم و رها تر از رها منم. خیلی ممنون اومدی. ما چندین آهنگ میخوای بخونی. خواهش میکنم و میریم بالا آماده بکنی که شما بیار بخونی. خانم رعنا منصور آهنگش رو اجرا میکنه. زیر بارون همه فکرم به سمت تو سرازیره. توجه کن با چه ذوقی حواسم با تو درگیره. منو بشناس از این شوقی که پر میشه تو آغوشم که تو سر ما کنار تو لباس گرم نمیپوشم. حواست نیست دارم دیوونه تر میشم. حواست نیست دارم عاشق ترم میشم. حواست نیست حواست نیست عاشق ترم میشم. حواست نیست دارم دیوانه تر میشم. حواست نیست حواست نیست. با 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 با. چقدر شیرینه این احساس همین حسی که بین ماست. تو فرقت با همه احساست به هم زیباست. بذار دستاتو تو دستا من این احساسو میفهمم. دلم آغوش تو میخواد ولی از تو چیه سهمم. حواست نیست دارم حواست نیست دارم حواست نیست حواست نیست حواست نیست دارم عاشق ترم میشم. حواست نیست دارم دیوانه تر میشم. حواست نیست به حواست نیست حواست نیست دارم دیوانه تر میشم. حواست نیست دارم عاشق ترم میشم. حواست نیست حواست نیست حواست نیست دارم عاشق ترم میشم. حواست نیست دارم دیوانه تر میشم. بسیار زیبا، بسیار دلنگیز. خیلی ممنون از شما همه بچه ها. رنا جان خیلی خوشحالم میبینمت. مرسی به همچنین. ببین من بهت گفتم اگه خواستی انگلیسی حرف بزنی راحت باش. درسته چاخان کردم من همه رو. درست خواست گولت بزنم بیای تو دام. نه خب برای من واقعا جالبه که تو رنگ ایران ندیدی. نه. و اینجا هم به دنیا اومدی. بله. و با این حال تو فارسی میخونی، هم آهنگ فارسی میخونی. چطور شد اینطور شد؟ نه خواستم بگم که این کار رو شروع کردم و
دیگه سخت بود برام تو استاپ. It was too difficult to stop, you know. بدون شک سخته، ولی جالبه که تو واقعا خواستی که فارسی بخونی. اگه میتونی خیلی راحت انگلیسی بخونی، تو دنیای موسیقی انگلیسی بری، تو این دنیای دیگه باشی. این چه عشقی بود؟ برای اینکه من میدونستم که من میتونستم یه چیزی متفاوت بیارم تو موسیقی پاپ ایرانی و احساس میکردم که این یه مسئولیته که من به خوبی هم انجامش میدی. امیدوارم امیدوارم. به ما که فقط داره خوش میگذره، ما واقعا کارمونو خیلی دوست داریم و تو این کار موسیقی باید خوشحال باشیم، وگرنه یه خیلی زوار در میرود مثل کش بدونش. و خب امسال هم تو هم قیافت خیلی عوض شد چهرت، و این خب خیلی جالب، موات کوتاه‌تر از آخرین باری شد که دیدمت و زندگیت هم عوض‌تر شد و عینک هم به چشمان اومد. حتی بعد بگم که چشمان رنا مثل همیشه زیباست، شاید پنهان کرده که زیبایش دل ما را نبرد. یه نشون بده خواهش میکنم. ببینی؟ نگفتم گرفتی اکنون. خب ما که عاشق شدیم خانم. در این مدتی که برنامه ما نبودی خب خیلی چیز عوض شد، زندگی عوض شد، آهنگای بسیار زیاده هم خونده. این آهنگا بیشتر ساختای خودت، دوستان کیا هست؟ من با آهنگسازهای مختلف کار میکنم، با تنظیم کننده های مختلف کار میکنم. صفو ناراحت نشه، چون توی همه کارات فقط صفو داره تنظیم میکنه. قول داده بودی. صفا یکی از بهترین دوستای من هست و یکی از بهترین نوازنده هایی هستش که اصلا رو کره زمین و کائنات هست. حتی در مریخ هم نظیرش نبوده. مثل عرفان عزیز و آروین جان. اینا دیگه تعارف ها شما جا. سوال هاست که این بچه ها رو میشناسم و با هم دیگه. پس آهنگای جدید از ایران اومد، از دوربر دنیا باید کار کردن. روش خاصی رو انتخاب کردی تو آهنگای جدید؟ ذهن جدیدی رو گذاشتی؟ البته خودم هم بذارین بگم که خودم هم همیشه یه تغییری میدم به این آهنگا که به سبک خودم باشه کاملا و سبکت هم داره مشخص و مشخص تر میشه. حتی تحریرات هنوز یه خوره خارجی بود و الان داره یه خوره ایرانی تر میشه. پس فراش هم چهچه زدی. حتی ما امیدواریم بعد تنظیم کننده تو عوض کنی یه سنتور زن. الان بیشتر تو آمریکا هستی دیگه، نه اصلا به دنیا آمده این کشور هستی و ویدیوهایی هم از تو خواهیم دید دیگه. در اون زمینه فعالی؟ چون میدونم فعالی. آره تو این 4 سالی که هم دیگر ندیدیم خیلی کار اضافه کردم و کلی آهنگ ریلیز کردم، ولی هنوز به نظر خودم اون اکتیویتی و اون اکتیو بودن که خودم میدونم میتونم باشم هنوز نیستم. احساس میکنم که رعنا منصور هنوز خودشو نشون نداده. جدی میگی؟ تو خب سابقه تورنده. I don't feel it. یعنی من این احساسو میکنم ولی هنوز خودمو نشون ندادم اونطوری که باید خودمو نشون بدم. ولی خب بدون شک به طرفش داره با سرعت پیش میری. آهنگی رو خوندی مثل فریاد کهنه. آهنگ جالبیه. این آهنگ رو از کسانی که زبان ناشنوایان رو بلد هستن خواستی که تمام این زبون رو اشاره‌هاشو انجام بدن برای ضبط کنن بفرستن و تو همون کارو بکنی. بله. خیلی چرا به این فکر افتادی؟ این اتفاقا این ایدیای کارگردان این میوزیک ویدیو بود، علیرضا سروش. پیشنهاد اینجا واسه چه عجیبی افه ظاهر شد. ایشون اصفهانی هم هست، شما لهجه شید. بله. لهجه دوز نشد. نمیبین نوری چشم توی این اتاقی که سر تا سرش آجره، همیشه لبامو به هم دوختن، گلوم از یه فریاد کهنه پره، دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم، تا کی باید این عشق ممنوع شه به این جون که من مرد نیستم زنم. ترانه سرای پسری که تو ایران هست خودش دوست نداشت که ما اسمشو بگیم. یه ایمیل بر من فرستاد، گفتش که خانم منصور من یه شعر بر شما دارم، منم خوندمش و خیلی بر من جالب بود که یه پسر 21 ساله که تو ایران داره زندگی میکنه چجوری میتونه
چجوری میتونه how could he understand ببخشید اینا رو به انگلیسی بگم بفهمه حس یه زن که توی کشوری زندگی میکنه که many of her rights is taken. و این ویدیو هم که ساختی بین خیلی از هنرمنده و شخصیتی داخل ایران پخش شد. ابی شیرش کرد بدون اینکه ما ازشون خواهش کنیم. مثلا من هیچ وقت خواهش نمی کنم از کسی که این کارو بکنه. آره گوشم روی اینستاگرام خودش. تحمین میلانی تو ایران، آقای حسن فتی و خانم کتایون ریاهی هم شرکت کرده بود و تعجب کرده بودم که تو ایران هستم و ما هم خواهیم اونو بشنویم اگه میشه خواهش میکنم بفهمه 4 تا آهنگ اجرا کنن دوتاش جدید خودت هم معرفیشون کنی من رفتم بدرود بچه ها میبینم اتون بعدا همیشه لبامو به هم دوختن گلوم از یه فریاد کهنه پره دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم تا که باید این عشق ممنوشه به این جون که من مرد نیستم زنم اونایی که دیوار رو چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پا چشاشون رو بستم همیشه به روم میترسیدن از این که من دیدشم صدا حبس شد توی سینم ولی همیشه میخواستم شنیده بشم آهنگ بعدی هست تقاص عشق و میدونم که خیلی از بیننده ها این آهنگو میشناسن و امیدوارم که بامون بخونین این آهنگو آهنگساز مهداد قلندری و ترانه سرا داوود رحمت اللهی
دلت پیشمه که عشقت نمیره از سرم، عشق اگه دیوونگیه از همه دیوونه ترم، دست منو خالی نذار خستم از این دلتنگی ها. تقاس عشق چیه بگو، تقاسشو میدم بیا بیا. واسه به دست آوردنت به هر دری بگی زدم، سرم به سنگ خورده ولی با سر نیومدم، چشم انتظاری بستم من عمرم و دادم بیا. به پات میشینم ولی تو از پا نیفتادم، بیا بیا. ببین چه سخته بی کسی، چه سخته پشتت خالیه، حس کن نزابم و ببین دیوونگی چه حالیه. ببین چه سخته بی کسی، چه سخت پشتت خالیه، حس کن نزابم و ببین دیوونگی چه حالیه، چه حالیه. این آهنگ قبلی رو که میشناختین، ولی الان یه آهنگی براتون اجرا میکنیم که تا حالا نشنیدین. جدید، آهنگ جدید، خیلی خیلی جدیده و امیدوارم که دوست داشته باشین. به نام برزخ، آهنگساز مهداد قلندری و ترانه‌سرا داوود رحمت‌اللهی. واسه رها شدن از این برزخ که کابوس منه، غرور تو یا بغض من، باید کدومش بشکنه، باید کدومش بشکنه. آماده یه رفتن بشی، چی بگم از گذشته هام، تا بی خیال من بشی. قبل از تو من زخمی شدم، عشق به یه زخمی ساده نیست، تو عاشقی اما هنوز آغوش من آماده نیست. داغ کسی رو تنمه که تو رو سرد میکنه، اونی که جای بوسه هاش هنوز درد میکنه.
قبل از تو من زخمی شدم، عشق به یه زخمی ساده نیست، تو عاشقی اما هنوز آغوش من آماده نیست، داغه کسی رو تنمه که تو رو سرد میکنه، اونی که جای بوسه ها من آماده نیست، داغه کسی رو تنمه که تو رو سرد میکنه، اونی که جای بوسه هاش هنوز درد میکنه. خب این آهنگی که شنیدی، آهنگ برزخ، درباره رابطه ای که انگار که توی زندون هستی و نمیتونی ازش فرار کنی. ولی آهنگ آخر به نام فاصله برعکسشه. از اون شرایط کاملا فاصله گرفتی و آزاد شدی. سپاس سپاس. البته فقط منو میبینین دست میزنم، میلیون ها شاید میلیارد ها انسان حتی در چین دارن برای شما دست میزنن، چون این برنامه رو نگاه میکنن، چون انقدر آهنگ قشنگ بود. خیلی متشکرم.
رنا جون با ما بودی و داستان زندگی تو در این آهنگ ها شنیدیم، حتی اگر دربارش حرف نزدیم. این بود برنامه این بار برور بنفش موسیقی بی بی سی. همینطوره تأکید شد.